در جشنواره فیلم برلین، فیلم روزهای صفر به کارگردانی الکس گیبنی که برای تصاحب جایزه خرس طلایی، جایزه اول جشنواره، رقابت میکنه، پرده از رازی برمی‌دارد که دولت فدرال برای جلوگیری از یک درگیری گسترده نظامی با ایران برای وارد کردن تهران به دست برداشتن از برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای تدارک دیده بود. گزارش ببینیم از ماندانا تدیان در این باره. الکس گیبنی، کارگردان کهنه‌کار فیلم مستند روزهای صفر، تمرکز خود را بر ویروس سایبری استاکسنت گذاشته است که دولت آمریکا ایجاد کرد تا در صورت شکست گفتگوهای 5+1 در برنامه هسته‌ای بحث‌انگیز ایران، به یاری آن ویروس زیربناهای اقتصادی و نظامی ایران را منهدم کند و نیازی به حمله نظامی به تأسیسات ایران نباشد. هدف برنامه سایبری نیتروزئوس که آمریکا ایجاد کرد، کشاندن ایران به پای میز مذاکره و وادار کردن آن کشور به دست برداشتن از برنامه مشکوک تسلیحات هسته‌ای بود. گیبنی در گفتگو با خبرنگاران در برلین، محرمانه بودن برنامه‌های دولت آمریکا را تکان دهنده توصیف می‌کند. می‌دانید، روک و راست بگویم، روند گرایش به سری ماندن هرچه بیشتر برنامه‌های دولت آمریکا وحشتناک است. از این فیلم به خوبی میتوان موضوع را دریافت و اینکه جلوی بحث‌های مهم سلاح‌های تهاجمی سایبری ما را می‌گیرد و به نظر من این سری بودن ما را به شکلی عمیق تهدید می‌کند. گیبنی از دلایلی سخن می‌گوید که منابع در اختیار وی گذاشتند تا او فیلم حاضر را بسازد. فکر می‌کنم یکی از دلایلی که منابع من در این باره افشاگری کردند این بود که نگران بودند که دولت ما و سیاستگزاران ما واقعاً قدرت و تأثیر سلاحایی را که می‌سازیم نمی‌دانستند. ما می‌دانیم یک بحث جدی درونی در آژانس امنیت ملی و فرماندهی سایبری در جریان بوده و آژانس می‌خواست مردم را قانع کند که این سلاح‌ها بیش از آنچه سایبری‌ها تصور می‌کنند قدرتمند است. فیلم روزهای صفر نامش را از همین اصطلاح گرفته که پیشتر مورد استفاده هکرها و جاسوسان سایبری بود که به تأسیسات کشورها حمله می‌کردند. گزارش صدای آمریکا.